کیانوش رستمی هنوز روی سکو نرفته، شیرینی اولین مدال طلای المپیک امسال رو به کام روشنفکرای با کلاس تلخ کرد. تقدیم می‌کنم به شهدای مدافع حرم. پسر این همه زحمت کشیدی طلا گرفتی، چرا با یه جمله متحجرانه امولی آبروی خودتو ما رو بردی؟ اون چادر سکینه خداوندلو کم آبرومونو برده بود، حالا نوبت تو شد. یکی نیست بگه دوست عزیز روشنفکر من، یکم نور فکرتو کم کن بتونی اطرافتو خوب ببینی. وسط این همه سرگیجه یکم فکر کنیم که واقعا این اتفاقا و این رنگ برنگ شدنای دائمی که تریبون رسمیش فضای مجازیه و افاضات اکثر این بزرگان اونجا منتشر میشه، آیا میتونه خودجوش و تصادفی باشه؟ یعنی باید باور کنیم که هیچ جریان اسلام ستیز و شیعه هراسی از خارج پشت این قضیه نیست؟ آره دیگه، یا باید باور کنیم یا تو همین عقب موندگی و تحجر و کوته فکریمون باقی بمونیم. چجوری میشه کارگردانی که با ساخت فیلم‌های سیاه از کشورش اسکار میگیره میشه افتخار تمام نسل‌های رفته و نیومده مملکت، اما شهاب حسینی که واسه بازی تو فیلم همین آقا نخل طلا گرفته به معنی اینکه اونو به امام زمانش تقدیم میکنه میشه متحجر و خوشحال؟ خیلی دلم میخواد بگم که به نظرم در خودم خیلی بالدید گرفتم این موضوع رو، که اون روزی که این اتفاق بزرگ افتاد نیمه شعبان بود و تولد آقای محترم بود و خیلی من از این موضوع دوست داشتم و به سمت خودم نمیخواد که این یک نقابلی که با آستانه مبارکه ایشون تقدیم کنم.